سلام به عزیزانم، امیدوارم حالتون خوب و خوش و سلامت و سرزنده باشید. با ویدیوی دیگر از سری ویدیوهای علوم غریب الهی‌تناهی در خدمتتون هستم. طبق درخواست کارکنندتون و یعنی پدر هفت جدمون رو درآوردید برای طلسم نکاح، یه طلسم رومانتیک و زیبا شبیه گل، و خدمتتون عرض بشم که و این تخته به نظرم اینجوری باید بچرخه. تختمون هم دیگه فقیران است، اونو دادم به یه نفر پارسال، دیگه نیاوردش، این دیگه موند برای من. پارسال نه، تقریبا 5-6 ماه پیش دو روز آوردمش، حتی یه دونه هم فکرم یه دونه باش داده درست کردم براتون آموزش، کلا دادم به یه نفر، گفت فردا میارم دیگه نیاوردش. نوش جانت، نوش جانت عزیز. عزیزم من این تلسمی که آوردم براتون، تلسم نکاح که خیلی عزیزان که دنبال کنند دیگه کانال ما دیدن، لطفا دکمه سابسکرایب بزنند، دنبال کنند، برای ویدیو لایک بگذارید که عزیزان بیشتری برسه، کامنت بنویسید که خیلی خیلی خوشحال میشم، پیشنهادی انتقادی یا هر چیزی که دارید ویدیو رو به اشتراک بگذارید، و اگر دوست داشتید زنگوله رو فعال کنید که به محض آپلود ویدیو شما جز اولین ها باشید که نوتیفیکیشنش رو ببینید و بیاید و ببینیدش. این ترس از سری ترس های سفلی هست و از شمس المعارف الکبرى، تلسمی بسیار 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 قدرتمند و زیبا، یک چیزی شبیه گل، و تلسمی به این شکل که ابتداش با این حرکت قوس مانند و با این حرکت زیبا میاد اینجا، و یک خط کوچک افقی، ببخشید عمودی، میاد اینجا و یک دایره این شکلی که کوچک هست، باعث بزرگترش کنم براتون، و یک دایره دیگر داخل اون، هیچ اشکالی نداره، کج و کوله باشه هیچ اشکالی نداره، شما و به این شکل میاید اینجا در قسمت سمت چپ می نویسید بغیل، نقطه هاش هم اینجا میفته، این نقطه هاش اینجا و این نقطه هاش بیرون، و پایین اینجا میبیسید به این شکل شعادیه، میبیسید اینجا و اینجا حرف این شکلی، و میایید اینجا. سپس الان یکم به این شکل اومده، و ببخشید دیگه این بایستی این ور میومد که دیگه نیورده باشه، یا براتون درستش کنم. نه خوبه خوبه. از الان من اینجا عدد 4، اینجا 70، اینجا 6 و اینجا 5، و اما اینجا عدد طولانیه 40 8 2 2، و اینجا سب کنید، اینجا خط ممتدش به این شکل دقیقا به اینجاست، اینجا میشه 50 20 1 و 8، این عدد، و اینجا پایین میایید می نویسید، البته پایین نه بالا، سمسام، و یک خط مستقیم این شکلی فلش دار، و یک خط مستقیم این شکلی و فلش دار رو با بالا می کشید، و اینجا می نویسید ملوک، اینجا هم میاید پایین و می نویسید ادعیت کلی من یتولا هذا القلسم وهو من غير الملك سمخائيل. اینجا می‌نویسید، و اینجا
ستاره مگن دیوید یا مگن داوود رو میکشید و به این شکل شش پر هست و اینجا حتما در سمت چپ، البته الان بهتون میگم چیکار میکنید، میبیسید فلان بن فلان. ببینید اینجا پنجا، خب اینجا 20، اینجا 1 و اینجا 8 می نویسید. و این از تلسم ما که بخورش مغل از رواق مغل ازرق رو استفاده می کنید. به یادتون نره که بر حسب طبع شخص می نویسید، کاری نداره شنبه، یک شنبه، دو شنبه، هر روز می توانید اینو بنویسید. و بر حسب طبع شخص، اگر ساعت نحس باشه که یکی کوکبش نحس باشه در اون ساعت براش می نویسید هیچ فرقی ندارد، ولی اگر اون روز خودش نحس بود یعنی قمر در عقرب بود به هیچ وجه این تلسم رو ننویسید. این تلسم بازم می نویسم براتون، تلسم نکاح طبق درخواستتون. و شامتون میدونید من دوستتون دارم خیلی زیاد به اندازه وزش باد. این از تلسم نکاح قدرتمند که با مغل ازرق و فکر کنم توضیح خاصی دیگه نداره جز این که سلامتی وجودتون و به قول عرب ها طیبت خاطرکم. السلام علیکم محبتی و اعزائی الکرام. فيديو حسب طلباتكم الرنانة وطلبتم من عندي أعمل لكم طلسم نكاح، وهذا طلسم نكاح، فأنا عملت وسويت التعليم مالي يعني بشان أحبتنا وأنتم هم راح أسوي لكم بالعربي. أحبتي طلسم جميل ويعني كشخة يبتدي بهذه العلامات، تيجي توصل هنا وتنزل حذر تحت، لو تصعد فوق ما يفرق بس هيك احلى تصعد، تصعد فوق تهز هاي الوحده. فتكتبونه انه بتجي كم هنا دائره بدائره بدائره بدائره، يعني كلها وحده اثنين ثلاث اربع دائرات. ينكتب بغيل وهذا النقاط توجهون يا مكان تصير هاي الشعاديه تكتب هنا، وهذا الارقام 40 8 2 2 5 50 20 1 8 4 70 6 5 ونجمة نبي الله داود، وهنا ينكتب صم صام العفو، صم صام، وهنا ينكتب ملوك، وهذا يجي كم هم الخط اللي شكله، وهذا مو جزء الطلسم، مو جزء الطلسم ابدا. وعندكم فلان بن فلانه او فلانه بنت فلانه ومغل ازرق هم البخور ماله. ادعيت كل من يتولى هذا الطلسم وهو من غير الملك سمخاعيل. هذا الطلسم طلسم غوي من طلاسم شمس المعارف الكبرى 20 1 8. طلسم غوي واتمنى تستمتعون به وتوصلوا بما شيء تحبونه يعني، وشكلكم موفقين. هاي هم لا تنسون هنا أحبتي، هذه وصلنا لآخر الطلسم. أحبكم كثير كثير ولو عمري بالـ200 راح يصير. في أمان الله.